شعله های فروزم جلوه خروش ایمان پاس می دارم به جان. نقش آفرینان و دست‌اندرکاران خیانت بزرگ 57 به ایران که از آن انقلاب یاد می کنند، چنان مهملات و دروغ های درباره آن بافتند که از فرط تکرار در جایگاه واقعیت پذیرفته گشتند. افسانه دیگری که همه بارها شنیده ایم این است که انقلاب را دزدیدند. جا دارد دقیق شویم و ببینیم به باور تکرار کنندگان این گزاره چه کسی چه چیزی را از چه کسی دزدیده. این گزاره معمولا از سوی کسانی بیان می شود که به امید سرنگونی شاه و گرفتن سهمی در قدرت از آیت الله خمینی پشتیبانی کردند و دنبال روح او شدند. بعضن به ایشان لقب امام دادند که در فرهنگ شیعه ایران بار عاطفی سنگینی دارد. چه بسا بسیاری از آنان گمان می کردند که آقای خمینی یک ملای پیر و ساده دل است و پس از سرنگونی شاه یا خواهند توانست کنارش بزنند یا خودش در گوشه‌ای به کنج عبادت خواهد نشست. اما در عمل خود این افراد در مقاطع گوناگون یکی پس از دیگری از قدرت کنار زده شدند. برخی از این کنار زده شدگان از سفره انقلاب به مبارزه مسلحانه دست زدند که از سوی جمهوری اسلامی به خشن‌ترین شکل سرکوب شدند. پس چون نیک بنگریم بسیاری از کسانی که از دزدیده شدن انقلابشان شکایت دارند، در واقع خود به دنبال رو بودن انقلاب از رهبرش بودند که در این کار ناکام ماندند. افسانه سوم که بسیار شنیده می شود این است که بسیاری از دست‌اندرکاران یا شرکت کنندگان در انقلاب می گویند خمینی ما را فریفت. نگاهی به دهه کارنامه سیاسی آقای خمینی نشان می دهد که ایشان تنها به مدت چند ماه پیش از انقلاب در اواخر اقامتشان در نجف و عمدتاً در نوفل لوشاتو خود را تا حدودی دموکرات و لیبرال می نمایند. پیش از آن برای دهه ها درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی و تحمیل احکام شرع و مخالفت با حقوق زنان کتاب و رساله نوشته و سخنرانی کرده بودند. در واقع آثار آقای خمینی پیش از به قدرت رسیدن را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد. آثار فقهی همچون تحریل الوسیله که در آن احکامی ارتجاعی همچون ازدواج و سکس با کودکان شیرخواره نیز یافت می شود و آثار سیاسی اجتماعی که شاخصترین آنها کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی است. در هیچ یک از این دو دسته آثار نشانه ای از دموکراسی، ارزش‌های لیبرال یا حقوق بشر نمی توان یافت. روشن نیست که سران انقلابی روشنفکران سال 57 از کدام مطالب آقای خمینی فریفته شدند. تا چند ماه مانده به انقلاب آقای خمینی هیچگاه درباره انگیزه اصلی خود در برپایی حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه دروغ نگفته بود. از همان هنگامی که با رأی دادن زنان و با آزادی سوگند به کتاب آسمانی به غیر از قرآن مخالفت کرده بود، یعنی آغاز ورودش به صحنه سیاسی و اجتماعی، آشکارا و با شهامتی کم نظیر دشمنیش را با آزادی بیان می‌کرد. بارها و بارها آزادی را به تمسخر گرفته بود. هیچگاه کتاب یا مقاله یا سخنرانی نداشت که در آن از لزوم آزادی و لیبرالیسم و سکولاریسم و حقوق بشر بگوید. تنها موارد نادری که آیت الله خمینی ضدیت خود را با آزادی و حقوق بشر با صراحت کمتری بیان می‌کرد، ماه‌های منتهی به انقلاب بود که حتی در آن زمان نیز همیشه آزادی را در چارچوب اسلام مقید می‌نمود. لیکن شکست خوردگان انقلاب هنوز میگویند که فریب خمینی را خوردند و گمان کردند او میخواهد برای مردم لیبرالیسم و حقوق بشر بیاورد. خوانش دقیقتر و درستتر از ادعای روشنفکران انقلابی که خمینی ما را یا مردم را فریب داد شاید این باشد
که روشنفکران با استناد به انگشت شمار مصاحبه های کمابیش لیبرال منشانه آقای خمینی در ماه های منتهی به انقلاب مردم عامی را فریفتند که خمینی برایتان آزادی می آورد. بیراه نیست اگر بگوییم این روشنفکران فریب نخوردند، فریب دادند. همانگونه که پیشتر اشاره شد، انگیزه مشارکت بسیاری از سران انقلابی در فریب توده ها چه بسا این بود که امید داشتند خود خمینی را نیز فریب دهند و پس از انقلاب قدرت را از او بربایند. چهارمین افسانه‌ای که در تحلیل انقلاب شنیده می‌شود این است که حکومت پهلوی همه راه‌های اصلاح را بسته بود و در قانون اساسی مشروطه انعطاف و ظرفیتی برای تغییر بدون انقلاب نمانده بود. طرفه آنکه این ادعاگاه از سوی گروه‌ها و شخصیت‌های مطرح می‌شود که پس از 40 سال خشونت و استبداد، آن هم استبداد تمامیت خواهانه یا توتالیترین به همراه اصل ولایت فقیه از سوی نظام جمهوری اسلامی هنوز نظام را قابل اصلاح می دانند. بطلان این ادعا را نیازی نیست به اما و اگر واگذاریم. مسیر حوادث باطل بودن ادعا را در همان سال 56 و 57 نیک نشان داد. از یک سال و اندی پیش از انقلاب حکومت شاه سرگرم باز کردن فضای سیاسی و دادن امتیازهای کوچک به مخالفان بود. هرچه آتش انقلاب تندتر شد، حکومت شاه هرچند دستپاچه بیشتر در اصلاحات سیاسی کوشید و آزادی‌های بیشتری به مخالفان داد. سرانجام با روی کار آوردن یکی از خوشنامترین مخالفان خود، شادروان شاپور بختیار، کمابیش همه آزادی‌های سیاسی برقرار شد. حتی در مواردی از سر وسواس درباره نقض حقوق بشر تصمیماتی گرفته شد که بقای نظام سیاسی موجود و بلکه کیان کشور را نیز به خطر انداخت. برای مثال انحلال ساواک در زمان نخست وزیری دکتر بختیار. وانگهی شخصیتی سوسیال دموکرات همچون بختیار امید داشت که دست کم بخشی از مخالفان چپ را به خود جذب کند یا به همکاری وادارد. لیکن در عمل بیشتر نیروهای چپ آن زمان به کمتر از براندازی کامل حکومت و لغو کامل قانون اساسی مشروطه راضی نبودند. با این همه نیروهای انقلابی در آن زمان و برخی تا همین امروز ادعا می کنند که نظام پیشین انعطاف لازم برای اصلاح را نداشت و چاره‌ای جز انقلاب نبود. حتی اگر ادعای این افراد را درباره شخص محمد رضا شاه پهلوی بپذیریم، باز هم قانون اساسی مشروطه ظرفیت‌های فراوانی برای دموکراتیک شدن داشت. چنانکه در کشورهای مشروطه پادشاهی در سراسر جهان اتفاق افتاده است. برای مثال امکان داشت محمد رضا شاه که از بیماری هم رنج می برد از پادشاهی استعفا کند و ولیعهد جوانش جانشین ایشان شود، یا همسر ایشان یا هیئت‌هایی از رجال ملی و خوشنام موقتاً نیابت سلطنت را بر عهده بگیرند و امور اجرایی نیز می توانست زیر نظارت مجلس به دست نخست وزیری مقتدر سپرده شود. جان سخنان که چندین راهکار اصلاح گرایانه و شدنی موجود بود که در مقایسه با برپایی ولایت فقیه احتمالاً هر کدامشان بخت بیشتری داشتند تا ایران را به امنیت و آزادی و رفاه برسانند. رودکی 1000 سال پیش سرود: هر که نام اخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.